22 بهمن سالروز سرنگونی حکومت سلطنتی محمد رضا پهلوی است. با فرار شاه در 26 دی 1357 از ایران، قیام مردم اوج گرفت و توانستند به حکومت 53 ساله پهلوی در ایران پایان دهند. خمینی روز 12 بهمن 1357 در حالی که هیچ احساسی نسبت به وطن نداشت به ایران بازگشت و علی‌رغم وعده‌هایی که در پاریس داده بود به سرعت قدرت را در دست گرفت. اما آیا المانت‌هایی از مذهب در انقلاب 57 وجود داشت که خمینی توانست با وجود نیروهای انقلابی از جمله مجاهدین و چریکهای فدای خلق درون جامعه ایران انقلاب را به نفع خود منحرف ساخته و به قولی آن را به سرقت برد؟ و آیا انقلاب 57 تمام شده است؟ امروز در خدمت آقای محمد قرایی نویسنده و فعال سیاسی هستم تا به انقلاب ضد سلطنتی 57 بپردازیم. سلام میکنم خدمتتون آقای محمد قرایی، خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا. ضمناً سالگرد انقلاب ضد سلطنتی 57 رو هم بهتون تبریک میگم. خانم نرگس قفاری عزیز، من هم سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو ایراوا. قبل از هر چیز دو تا تشکر بکنم از خود شما خانم قفاری. یکی اینکه متشکرم از اینکه این وقت رو در اختیار من گذاشتی. دوم اینی که تشکر میکنم از اینکه منو در حقیقت در معرض انقلاب 22 بهمن قرار میدی که یاد خاطرات در حقیقت جوانی اون دوران بیفتیم و خاطره خوشی که هممون داشتیم. از این بابت متشکرم، در خدمتتون هستم. خواهش میکنم جناب قرایی. میخواستم گفتگوی امروز با این سوال شروع کنم که انقلاب 57 رو چگونه میشه تعریف کرد؟ قبل از اینکه من پاسخ سوالتون بدم، اجازه بدید که به چند نقطه تاریخی در همون بحبوحه روزهای سرنگونی اشاره بکنم. شما حتما یادتون هست که 26 دی ماه بود که شاه از ایران رفت و خب چه روزی بود واقعا. اون روز روزنامه هم نوشته اون شاه در رفت و جوانهای اون زمان مثل خود ماها تو خیابانها بودیم، بسیار میرقصیدن، گل و شیرینی پخش میکردن. در حقیقت خیلی فضای پرشور و پر جنب و جوشی بود. 4 روز بعدش که 30 دی بود که آخرین دسته از زندانی سیاسی که ابد بودن در حقیقت، که آقای مسعود رجوی و موسی خیابانی و بقیه زندانیهای به اصطلاح ابدی در زندان بودن آزاد شدن، چون مردم جلو زندان بودن. روز 12 بهمن بود، یادم هست که خمینی رو با سلام و صلوات در حقیقت میشه گفت با یک جنبجوت فرانسوی بیران آوردن. میشه گفت این هیولا رو که اون زمان حداقل امثال من که تو در بحبه انقلابان بودیم متوجه این دیو نشده بودیم و این هیولا واقعا چهرش ناشناخته بود، اگرچه که اگر کسی فلواقع درکی داشت از یاخوند عمیق‌تر از ماها، به خود خود مجاهدین و رهبرانشون که هنوز تو زندان بودن یا آمده بودن بیرون، میدونستن ماهیت رژیم رو. به خود خود رهبر انقلاب های مسعود رجوی در حقیقت بیانیه داده بود بعد از اون داستان اپورتونیستا و گفته بود تهدید اصلی تهدید راست است، ولی ما نمیدونستیم. به قدری که وقتی که تو روزنامه هم نوشته بودن سوال معروف تاریخی رو که ازش پرسیده بودن بعد از مدت ها که چه احساسی داری؟ این در حقیقت ماهیت خودش به نظر من در همون یک کلمه که گفته بود هیچ، یعنی گفته بود که هیچ احساسی نسبت به مردم ایران، به وطن، نسبت به آینده ایران نداره. ولی خب فی الواقع ما متوجه داستان نبودیم و 10 روز بعد از اینکه این نهوست پاشو به اصطلاح تو خاک زمین ایران گذاشت، 22 بهمن شد. یعنی انقلاب در حقیقت کمتر از 1 ماه اتفاق افتاد. اینو برای چی گفتم این 2 تا تاریخ رو؟ برای اینکه بدونیم که بعدها چطوری تونست انقلاب رو به سرعت این دیو جماران بدزده که ممکنه به دردمون بخوره. از این بابت گفتم. اما اگر برگردم به سوال شما خانم غفاری، خب همه میدونن که یک اصطلاحی هست، یک تعریف کلاسیکی هست که میگن انقلاب زمان رخ میده که بالایی ها نتونن و پایین ها نخوان. خب انقلاب بهمن 57 هم در حقیقت از این قاعده فی الواقع مستثنا نبود و نیست. و خب اگر من مشخصات این انقلاب بگم، چیزی که من یادم هست همه گیر بود این انقلاب، پیر جوان، زن و مرد، غنی و فقیر، روشن فکر جاهل، میشه گفت همه در خیابان ها بودن. در مقایسه با انقلاب های دیگه هم خیلی ها میگن این همه گیری چشمگیر بود. متاسفانه به دلیل اینکه سازماندهی نداشت، خودجوش بود و این میشه گفت نقصش بود، تو اعماق نبود، تو سطح بیشتر جاری بود مشخصات این انقلاب. و میشه گفت که مردم در اون صحنه که ما هم جزش بودیم فی الواقع میدونستیم که چی رو نمیخوایم، یعنی شاه رو نمیخواستیم، ولی نمیدونستیم که چی میخوایم به جاش بذاریم. فی الواقع این توده های
انقلاب کنن در خیابان ها، اکثرشون اگه نگم همه نمیدونستن چی برنامه بعد از این هست. این میشه گفت برداشت من از چهره انقلاب 22 بهمن بود. درسته آقای قرایی، ولی انقلاب 57 تو چه شرایطی رخ داد و آیا این انقلاب بر اثر عوامل خود به خودی به وجود اومد یا اینکه زمینه های بر سرنگونی شاه از قبل وجود داشت؟ میدونی که در حقیقت هیچ پدیده ای، انقلاب هم که خودش یه پدیده ای هست، خالص نیست. بنابراین انقلاب 22 بهمن هم پیش زمینه هایی داشت در حقیقت. الان یادم آمد که بنیانگذار کبیر مجاهد خلق محمد آقا میگن که توی نشست کوچیکی داره در اون دوران داشته در رابطه با اینکه محمد حنیف نژاد رو میگید؟ بله، بنیانگذار سازمان محمد آقا، که ازش میپرسن که خب ما با این چند نفر چجونه میخواییم این رژیم رو سرنگون بکنیم، آیا این کارهای ما الان در حقیقت تأثیری داره در جامعه و در کل انقلاب و به ضرر رژیم؟ و محمد آقا میگه لیوان چایی که دستش بوده حالا یا با اون خودکارش یا با یک قاشق بهش میزنه، صدایی از این لیوان به هوا بلند میشه و به اون دوروبریاش میگه که یادتون باشه که به لحاظ علمی این صدا تا ابد میمانه تو فضا. از این میخوام نتیجه بگیرم که هیچ چیزی میشه گفت که خلق ساعت نیست و همه پدیده ها یه علت هایی دارن، یک به اصطلاح پیش زمینه هایی دارن. انقلاب ایران هم مثل همه انقلاب ها و دیگر گونه های بزرگ تاریخی همچنان که عرض کردم در شرایط رخ داد که اون اصل طلایی در حقیقت بالایی ها نتونن و پایینی های نارسته نخوان. این شرایط اتفاق افتاد، اما این شرایط پیش زمینه هایی داشت. اگر نخواهیم خیلی طول تفسیرش بدیم، در 28 مرداد سال 1332 که قبل از اون یه فضای پیدا شده بود و جنبش ملی شده نفت اینا، اونجا شاه رو در حقیقت کوتاه کرد به کمک ارتجاع و استعمار، و بعد از اون بود که جنبش های به اصطلاح دانشجویی رو که مخواست سرکوب بکنه نتونست و اون روز دانشجو خلق شد که لا داستانش اینجا نیست توضیح بدیم. روز دانشجو که سید از دانشجوی قهرمان شهید شدن، این نشان میداد که رژیم به رغم اینکه میخواست که همه نفس ها رو در سینه حبس بکنه نتونست و جنبش در حقیقت در نسل جوان و به خصوص دانشجوی ادامه داشت. بعد از اون 10 سال، تقریبا 10 سال بعد، جالبه تو پرانتز بگم که این جنبشی که در ایران اتفاق افتاده، اگر نه مطلق ولی به صورت نسبی 10 سال این به وقوع بپیوند است. جنبشی که در ایران بوده لااقل اونقدری که من الان همین اواخر رو داشتم مطالعه می‌کردم، 10 سال بعد یعنی 42 در حقیقت 15 خرداد سال 1342 رخ میده که خب بسیار از مردم به شهادت میرسن. در اون زمان خود خمینی مطرح میشه، البته مطرح شدنش هم از موضع انقلابی نبود، از موضع راست ارتجاعی با یکی دو تا از اصول شاه مخالفت میکنه. یادم هست که با رأی دادن زنان مخالفت میکنه و اصلاحات ارضی، که این در حقیقت خیزش وجود میاد و هزاران نفر کشته و دستگیر میشه، که این رو سازمان های انقلابی بعد جمع‌بندی بکنن به خود مجاهدین میگن که دیگه پایان دوران پارلمانتاریست است. یعنی بعد از اون دیگه رژیم در حقیقت برای یه دوره خودش رو تثبیت میکنه. بعد از اون هست که میاد تا دورانی که به اصطلاح مجاهدین، یعنی بعد از این سال 44 جنبش های انقلابی مبارز مسلحانه چریکای فدای خلق و مجاهدین شکل میگیره. کشته و شهید شدن اینها خود این بذری میپاشه که نارضایتی ها رو در دانشگاه و در کارخانه و جاهای دیگه تشدید میکنه تا میرسه به نقطه 57 که داستان حقوق بشر کارتر مطرح شد، اون فضای سیاسی که اون زمان مطرح شد که خب مردم اومدن تو خیابان ها و همچنان که عرض کردم اون سه تا تاریخی که گفتم، انقلاب در حقیقت در 22 بهمن به نتیجه رسید. میشه بیشتر هم صحبت کرد ولی به صورت خلاصه من میتونم تیتروار اینا رو خدمت شما و شنوندگانتون عرض کرده باشم. آقای قرایی، ولی ما زیاد از سرقت انقلاب میشنویم، میخواستم بپرسم وقتی میگن انقلاب به سرقت رفت دقیقا منظور چیه و خمینی چگونه توانست قدرت رو به دست بگیره و آیا در واقع المنت های از مذهب توی انقلاب 57 دیده میشد که خمینی تونست قدرت رو به دست بگیره؟ این که میگن خمینی رو به سرقت انقلاب رو سرقت کرد، واقعا همینجوری بود. همچنین که گفتم رنج و شکنج مجاهدین چریکا فدای خلق به بقیه آزادی خواهان در اون دوران بذر این انقلاب و این خیزش رو پاشیده بود، و تا جایی که به زمان نقطهش رسید که 22 بهمن در حقیقت رژیم از هم فرو پاشید، و در این نقطه بود که به دلایلی که الان عرض خواهم کرد
خمینی با اون دجالیتی داشت سوار بر موج احساسات توده های مذهبی در حقیقت آمد و انقلاب رو به سرقت برد. چجوری؟ برای اینکه خب صاحب نداشت. صاحب به معنی اینکه درست این خونهای مطهر مجاهدین و بقیه مبارزین باعث شده بود که در نقطه ای که باید تبرع پیدا بکنه به صورت اون قطرات خون به صورت جویبار بعد سیل در بیاد و انقلاب را بیفته، درست نقطه ای که این نهال انقلاب به ثمر رسید و این انقلاب به بار و بر نشست، در حقیقت به دلایلی که الان عرض میکنم کسی نبود که میوهشو بچینه و خمینی زد و برد. علتش این بود که خب اولا که خود شاه به دستور آمریکا و در حقیقت و خود دربار تونسته بود که سازمانه انقلابی رو کمرشکن بکنه، اگر نگم بالکل از بین ببره. تمام درست نقطه انقلاب همونجایی که من عرض کردم در 30 هست، یعنی در حقیقت 22 روز مونده به انقلاب هست که رهبری انقلاب نوین مردم ایران آقای رجبی و بقیه مجاهدین و بقیه مبارزه میان بیرون. خب معلوم است در این 20 روز فلواقع تشکیلات هم که از بیرون در حقیقت از هم نسبتاً از هم پاشونده بودن نمیتونه اون کارهایی که باید داشته باشه سازماندهی رو داشته باشه هر چقدر هم قدرتمند باشه. دلیل دیگرش این بود که متاسفانه در سال 54 این ضربه اپورتونیستای چپنما بسیار کاری بود، ضربه ایدولوژیک سیاسی بود که راست در حقیقت از اون سوء استفاده کرد. و من یادم هست که زمان بعض وقتا که ما بازداشت میشیدیم دانشجو بود و میرفتیم، خب میدیدیم که قبل از سال 54 در غرب سلطان انقلابیون مجاهدین چریک ها بودن و اینا بودن که عرصه رو در زندان ها در دست داشتن و آخوندها اگرم کم بیش میامدن میرفتن یه لاغ اشلاغ میکردن اونجا حرفی نداشته مثل رفسنجانی، خامنه‌ای و دیگران در حقیقت. ولی بعد از 54 بود که اینا میشه گفت شیر شدن و سوء استفاده کردن. بنابراین ضربه 54 هم یک ضربه اساسی بود به مجاهدین در حقیقت. شما این دوتا رو داشته باشید، بعد بیایم به سیستمی که خود آخوندها داشتن به دلیل همپایه بودن با در حقیقت، میدونید که این دوتا روحانیت و دربار سابقه طولانی دارن در مخرج مشترک ها و در حقیقت شریک بودن در ضدیت با آزادی و اینا با هم بودن در طول تاریخ ایران. خب ما میبینیم که اینها سازماندهیشان به صورت مسجد و روحانیت قوم و اینا دست نخورده باقی مونده. این سوم دلیل. دلیل چهارم اینه که به دلیل همون مبارزات انباشته شدن مبارزات و وضعیتی در منطقه هست، خب ارتجاع و به عبارت امپریالیسم دوران به این نتیجه میرسه که برای اینکه بتونه جلو انقلاب های رادیکال رو بگیره همون بحث حقوق بشر کارتر رو مطرح بکنه. فقط برای ایران نبود، من یادم هست که چند تا کشور بودن بعضی جاها موفق بودن، از جمله فیلیپین فکر می‌کنم که نتیجه گرفتن، کنترلش کردن اون وضعیت انقلابی رو. در ایران هم در حقیقت این حقوق بشر که مطرح شد به شاه فشار آوردن و به قول خودش شاه مجبور شد فضای باز سیاسی باز بکنه. این نکته چهارم. پنجم اینه که فلواقع خانم قفاری گرامی خودمانیم، استعمار با شناختی که از نیروهای انقلابی داشت نمی‌خواست و با شناختی که از خمینی میخواست که این جریان در حقیقت کمک‌کارش باشه. در گوادالوپ نشستن، بحثش طولانی هست. همه این دلایل باعث شد که در نبود یک به اصطلاح سازمان و آلترناتیو منسجم و تشکیلات آهنین خمینی بیاد و سوار بر موج احساسات توده‌ها و به دلیل پیش‌زمینش بزنه و مثل مغول در حقیقت به سوزانه غارت بکنه ببره. آقای قرای، شما گفتید که نیروهای انقلابی از جمله مجاهدین توی زندان بودن رهبرانشون و دسترسی مستقیم به مردم نداشتن در جریان انقلاب، ولی سازمان مجاهدین توی انقلاب 57 با توجه به این موضوع چه نقشی داشتن در به ثمر نشوندن انقلاب؟ چون میدونید حتما شنیدید که بعضی از هموطنان سلطنت طلب میگن که فلسطینی ها اومدن و انقلاب کردن. عرض شد که نقش مجاهدین که و فدایان خلق که فراموش نکنیم، ولی مجاهدین خلق به دلیل مذهبی بودن، به دلیل تشکیلات منسجم و بزرگی داشتن طبیعتاً بیشتر بود، مؤثرتر بود. ولی این دو تا جریان، دو تا بازوی مسلح انقلاب در اون روزگار مجاهدین و چریک‌ها فرق. یادمان هست که عموماً با شعار سرنگونی دیکتاتوری وابسته شاه تمام اطلاعیه‌هاشون رو اون زمان پخش می‌کردن. یادم هست اگر عملیات داشتن تو دانشگاه‌هامون بعداً میدیدم اینا رو که پخش میکردن. همچنان که عرض کردم مجموعه به اصطلاح مبارزات مردم ایران که گل صحبه سرزودش به اصطلاح بعد از همون
سال بشه گفت که 42 بود، یعنی بعد از اینکه این دو تا سازمان انقلابی تشکیل شدن، فی الواقع تأثیرات اصلی این انقلاب رو میشه گفت که این بذر خیزش و قیام رو همین خونها و همین مبارزات بود که پاشونده بود. اون چیزی که من گفتم در بوهبوهای به اصطلاح چیدن میوه انقلاب بود. حالا برای اینکه فقط حرف خود مثلا من کسی که موافق مجاهدین بودم اون زمان و مخالف خمینی بعدها، حرف خودم نگفته باشم، من اگر اجازه بدید برای اینکه بدونیم که چقدر تأثیر داشته اون زمان به اصطلاح مبارزات مجاهدین، به خصوص قبل از اینکه سال 54 این ضربه رو بخورن مجاهدین، من چند جمله رو با اجازهتون اگه اجازه بدید بخونم. بله. از یکی از این یک نفری به نام حمید روحانی که معروف از مورخ آخوندها درباره خمینی در اون سالها نوشته، که اینو میخونم، این جملات رو از روی نوشتهش میخونم که ببینیم چقدر تاثیر داشته و چقدر خمینی در حقیقت به محاق رفته بود. میگه در اون روزها به حدی جو به نفع این گروه یعنی مجاهدین بود که قبل از 54 میگه که میتوان گفت کوچکترین انتقادی نسبت به این گروهک با شدیدترین ضربه روبرو میشد. به همین علت هم بود که خمینی مطلقاً جرأت مطرح کردن تز متعفن ولایت فقیه رو حتی در حد همون یکی دو تا اطلاعیه که گاه بیگاه میداد نداشت. و یه جای دیگه باز کوتاه میگم اشاره میکنه، میگه که بسیار از افراد رو میشناختم یا میشناسم که بر این اعتقاد بوده و هستن که دیگر نقش امام در مبارزه و در نهضت البته همون زمان به پایان رسیده است و امام با عدم تایید مجاهدین خلق در واقع شکست خود رو امضا کرده است. این افراد باور داشتن که امام از صحنه مبارزه کنار رفتند و زمان آن رسیده که سازمان مجاهد خلق نهضت رو هدایت کند و انقلاب رو بی پیش ببرد و واقعا همین گروه در مردم پایگاهی به دست آورده بود. امام هم این را می دانستند. هر روز از ایران نامه می رسید مبنی بر اینکه پرستیژهای شما پایین آمده، در بین مردم نقش شما در شرف فراموش شدن است، مجاهدین خلق دارن جای شما رو میگیرن. این رو از پا به پای آفتاب جلد 3 از اون کتاب صفحه 163 من خوندم. من خودم غم غفری خاطراتی دارم اون زمان. بله بفهم، خواستم ازتون سوال کنم الان. بله حالا در این همین رابطه می یادم هست که خب ما اونجا یک شهری که بودیم مشهد، بالاخره دسترسی داشتیم به این آخوندا. اون آخوندام که اون زمان خیلی دنبال بخصوص طبقه دانشجو بودن، اینا خودشون روحانیت مترقی میدونستن، مثل همین خامنه ای، ای هاشمی نژاد، نمیدونم علی تهرانی، اینا در حقیقت بعضی وقتا میدیدم، من خودم اینا رو بعضا میدیدم، خیلی از این دوستایی که اون زمان دانشجو بودن کم و بیش اینا رو دیده بودن. خب اینا یکی از افتخاراتشون، من به زبان خودم و دوستای دیگم که بیشتر از من بارها میشنیدیم، واقعا افتخاراتشون همین خامنه ای، یکی از افتخاراتشون این بود که پشت سر یکی از اعضای مجاهدین نماز خونده. باورت میشه؟ نه. یعنی این با همین لحن، یا اینکه مثلا مجاهدین رو وقتی که حرف میزدن بعضن، حالا نمیدونم واقعا چی دستگاهی داشتن اینا، فیلم بازی میگه چی می؟ یعنی اینقدر برای اینکه نون مجاهدین رو هم بخورن، فی الواقع وقتی که میرسیدیم اون زمان اینا که قرب عزتی نداشتن درست. در اون دوران به خصوص در دوران قبل از بابای انقلاب یادم هست که خلاصه خیلی زیاد. بنابراین این داستان رو میشه گفت که همه اینها، اینا رو من فکر میکنم خیلی از هموطنامون شنیدن و خوندن و میتونن بخونن. در رابطه با خاطره هم اگر لازم هست، گفتی من خاطره خودم از انقلاب حتما. یا چی؟ حتما بفرمایید. عرصبت که خاطره که همه داریم دیگه، حتما کسی که شما مدمن دارید، همه ماها که تو انقلاب شریک بودیم کم و بیش در حقیقت خاطرات بسیار داریم، ولی من میخوام به یه خاطره در حقیقت که خیلی برام پرمعنا بود، میدونی من از سال 54 مجاهدین رو اسمشون شنیده بودم بعد از همین ضربه اپوزیسیون چپنمای، در حقیقت میشناختم، نه به معنی هوادار فعال که بعد از انقلاب یا در همین بابای انقلاب بود، ولی قبل از اون خب میشناختیم و به اصطلاح کتاباشون رو میخوندیم. یادم هست که این جمله اولین باری که من خوندم یا تو اطلاعیه سازمان که بعدا به صورت اطلاعیه یک برگه‌ای می آمد و پخش میکردن تو کتابخونه دانشگاه این بارم بر ما می دیدیم، این سوالی بود برای من، این به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران، شاید برای اولین بار تو رادیو شما میگم، این واقعا به نام خدا، خب ما همه مسلمان بودیم، بچه مذهبی بودیم، خب قبول داشتم، ولی از اونجایی که خب بارها
مثل بسیاری از دانش اون دوران به صورت خیلی کوتاه مقطعی در 16 آذر نمیدونم همین 15 خرداد ها یه سری دستگیر میشدن، از اون خود منم مثلا دستگیر که میشدم. خب میدیدیم که اون انتظاری که ما با اون عقل خودمون زمان از این مردم داشتیم، به خود سال 54 که میگفتن ایران جزیره ثبات و واقعا هم نسبت به الان اگر مقایسه بکنید 1 در میلیون هم نبود همین الان که جامعه ایران عرض بکنم، یا بعد 56 57 که دیگه آمدن مردم. خب این سوالی بود فی الواقع برای خود من که این به نام خلق قهرمانش مفهوم نبود، یعنی باور نداشتم این رک بگم. گفتم این چیه به نام خدا، بنام خلق کدوم خلق؟ این خلقی که بالاخره ما وقتی میریم برمیگرده میبینیم همینجوری همه مشغول کار و زندگی خودشون هستن، بالاخره حالا ما که هوادار تازه مجاهدین هستیم بقیه که تو زندان هستن. این یک انتظاری تا اینکه رسید به انقلاب و خب تو مشهد یه روزی بود به نام یک شنبه خونی. اون روز در حقیقت ارتش شاهد شده بود که با تانک یه سری زیر کرده، یعنی حکومت نظامی بود، ولی خب مردم بهش چیز نکرده بودن، آمدن بیرون تو خیابان، هم تو خیابان بودیم. من یادم هست که جلو به مثلا باغ نادری، اگر مشهد تشریف برده باشید باغ نادری رو نزدیک حرم همه میشناسن، اونجا یک ساختمان دولتی بود اون زمان به نام پایداری، نیروی پایداری، شاید به نوعی گفت همین بسیجی یا میلیشیای رژیم شاه بود که در اونجا مسلح بودن، همین ساواکی‌ها یا نیروهای طرفدار شاه بودن. من یادم هست که مردم وقتی خشمگین شده بودن ما تو اون دور و بر بودیم، خب مردم هم تو صحنه بودن و دستشون چوب بود و تبر بود، اصلا نبود، ولی خب هی هدایت میکردیم. یادم از بسیار از دانشجوها، ما در حقیقت خطمون، خطی که از سازمان گرفته بودیم، این بود که سعی میکردیم رادیکال بکنیم، شعارهایی به خصوص رادیکال رو، به خصوص منظورم مرگ بر شعار رو آخوندها دوست نداشتن، این شعار رو ببریم توی مردم. خب اون زمان من اون لحظه هنوز فکر میکردم که بالاخره ما جلو به این مردم حرکت میکنیم و بعدم البته یه چیزایی میفهمیدم دیگه، میدیدم یعنی که به نام خدا تا اندازه‌ای برام جا افتاد. اما صحنه ای که اون روز واقعا هنوز که الان صحبت میکنم بدنم میلرزه این بود که خب وقتی که شروع کردن از اون بعد تیراندازی کردن، و من یه پشت بامی بودم که آمادم که اون همون منی که مردم رو میکشیدم شعار رادیکال بدن، الان تلاشم این بود که بکشم از ساختمان کنار، که میدونستم چون اینا که این طرف مردم مسلح نبودن، چوب داشتن نهایت و سنگ، اون طرف خب من میدیدم از ساختمان که بالا نگاه نمیام که اینا با جی اس و اینا نشستن نشانه، نشد. همون مردمی که بالاخره من نمیفهمیدم این خلق قهرمان، یک دفعه شروع کردن حمله کردن، به حرفای ما هم گوش نکردن، رفتن اون دیوار بالا. تقریبا در عرض 10 دقیقه 20-30 نفر تا اینجا که من شمردم از بالا زدن شهید شدن افتادن. یعنی باورت نمیشه خانم غفاری، مردم از رو جسدها میرفتن بالا، 2-3 تا جسد تا رفتن بالا رفتن، یعنی به حرف ما هم هیچ گوش نکردن، دیگه چند نفر شهید شدن من نمیدونم، ولی رفتن و اونجا رو آتش زدن. اون وقت بود که من خلاصه فهمیدم جا افتاد براتون سکم افتاد که درست میگفتن بلواقع مجاهدین. خاطرات زیاده ولی این الان به ذهنم رسید که گفتم خدمتتون. بله خاطره شیرینی بود به هر حال، خیلی خاطره دارن از وقایع انقلاب 57. ولی آقای قرایی میخواستم بپرسم آیا انقلاب 57 تحولی بود که در همون سال به پایان رسید یا اینکه ادامه داره، و به نظر شما یا انقلاب 57 توی شرایط کنونی تکرار شدنی هست یا نه؟ بله هر شبت که خب پایان که هیچ انقلابی به طور کلی، هیچ حادثه، هیچ قیامی در حقیقت وقتی اتفاق میفته در نقطه نمیمانه و ادامه پیدا میکنه. بنابراین انقلاب 20 بهمن هم از این قاعده همچنان که عرض کردم مستثنا نیست. اگر یک کم عقب بریم مثلا خود انقلاب مشروطیت، خب خودش انقلاب دموکراتیکی بود که علیه فئودالیسم و در سطح منطقه و به خصوص آسیا تأثیرات خاص خودش اون زمان، وقتی آدم تاریخی کسروی رو میخونه اینو میبینه، ادامه داره. یا جنبش ملی شدن نفت هست که پیشتاز جنبش رهایی‌بخش ملی در منطقه شد. به همون ترتیب انقلاب 57 هم در خارج اگر بخوام بگیم تأثیراتش رو حداقل در انقلاب‌های بهار عرب همین اخیرا ما دیدیم، اگرچه خب اون رو هم تقریبا همون بحثی از اینها میشه گفت که مثل کشور خود ما ملخور شد به همون دلالی که در ایران بود، بعضی هاشون نسبی در حقیقت موفق شدن، ولی آثارش در اینجا ما میتونیم ببینیم. در حقیقت در خود داخل ایران هم برخلاف بعضی هایی که در حقیقت خودشون رو توجیه میکنن یا
فرافکنی میکنن اونچه که در درون خودشون هست، یأس و ناامیدی رو میخوان تبلیغ بکنن. ما خانم خبر تو همین چند سال گذشته، یعنی همین دههای گذشته، بارها دیدیم مردم از کوچکترین روزنه ای که پیدا میکردن، تنفسگاهی که پیدا میشد، مثل آتش فشان میزد بیرون. اگر من چند تاشو اشاره بکنم، مثلا همین دوران رفسنجانی بود، قیام هایی که در مشهد بود، نمیدونم اسلام شهر بود، قزوین بود، یا بالاتر ازش قیام دانشجو بود در 78 که واقعا ایران رو تکون داد، یا 88 رو ما میبینیم. بنابراین این همچنان به نظر میرسه که ادامه داره در سطح جامعه، در سطح خود مقاومت هم که داستان دیگری هست، شاید از جاش اینجا نباشه، ولی از اینجایی که بالاخره آلترناتیو این انقلاب که مجاهدین و شورای ملی مقاومت باشه و ارتش آزادی بخش هم فرزندان راستین از همین انقلاب هستن، تغییر تحولاتی که در این سالیان در حقیقت اتفاق افتاد آثار و تبعات همون انقلابی بود که از 100 سال قبل یا بیشتر شکل گرفته بود، قدم قدم پیش آماده بود. مسعود رجوی رو به مردم ایران تحویل داده، خانم مریم رجوی رو، و مجاهدان در حقیقت بازگشت نپذیر به قول آقای مسعود رجوی رو که الان خوشبختانه در آلبانی هستند، در ایران هستند، در زندان ها هستند، در سراسر جهان هستند، در کشورهای دیگه هستند که آماده شدن. بنابراین به قول آقای رجوی واقعا اون جمله معروفشو حتما بارها شما هم شنیدید که میگه که انقلاب بزرگ مردم ایران نه مرده و نه خاکستر شده، بلکه در مقاومت کبیر میهنی تعمیق یافته است. این بهترین جمله در این رابطه چه میگو؟ بله آقای قرایی، خیلی ممنونم از وقتتون و توضیحات بسیار جالب، مخصوصا با خاطره که برامون تعریف کردید. به امید برپایی جشن سرنگونی آخوندها و برقراری دموکراسی در کشور رنجیدم، روزتون بخیر. تشکر میکنم از وقتی که در اختیار من گذاشتی. خدا نگهدار شما. خیلی سپاهش بی